آمار بالای مبتلایان بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی و فشار خون و عوارض جبران ناپذیر این بیماری‌ها آگاه سازی مردم را می‌طلبد. در این بین سازمان غذا و دارو طرح نشانگرهای رنگین تغذیه‌ای را تدوین و عملیاتی کرد. وقتی که شما توی فروشگاه تشریف می‌برید و می‌خواید یک محصولی رو انتخاب کنید که دارای کمترین میزان قند، نمک، چربی و اسید چرب ترانس باشه، لزوماً شامل این نمیشه که شما مثلا بخواید یک ماست رو با یک کیک مقایسه کنید. شما حتما باید مثلا اگر سمت قفسه لبنیات میرید دو تا ماست رو با هم دیگه مقایسه کنید و میزان انرژی، قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس این دو رو با هم مقایسه کنید. مثلا من میخوام توی فروشگاه میرم میخوام ماست کم چرب تهیه کنم، میبینم که یکی از اونها چربیش مثلا در حد 1.5، یکی دیگه در حد 1 و این هر دو هم کم چرب هستن، منتها من اونی رو انتخاب میکنم که میزان چربیش کمتر از ماستیه که میزان چربیش بالاتر بنوزه مثلا 1.5 هستش. یا اینکه یک محصول دیگه، مثلا شما دو تا کیک رو میخواید نگاه کنید ببینید کدومش سالم تره، کیکی رو انتخاب میکنید که میزان قندش به رنگ سبز باشه، یعنی اینکه این قند کم شده، کاهش پیدا کرده. پس لزوما شامل این نمیشه که شما حتما بخواید یک سس کچاپ رو مثلا با یک نوع ماست مقایسه کنید. نه، این مقایسه اشتباهیه. شما حتما وقتی داخل فروشگاه تشریف میبرید محصول غذایی که مد نظرتون هست از اون محصول دو نوع برند مختلف یا دو نوع با نام تجاری مختلف رو مقایسه میکنید، نگاه میکنید و اونی که میزان این فاکتورهاش کمتر هست که معمولا هم باید یا به رنگ سبز باشه یا به رنگ نارنجی یا همون زرد. اگر دیدید که میزان قند، نمک، چربی و اسید چرب ترانس اون کمتر هست و هر چهار رنگ به رنگ سبز هست، یعنی که این محصول کاملا ایمن و شما با خیال راحت میتونید این محصول رو مصرف کنید. ببینید مثلا همون مثالی که گفتم، شما شیر کم چرب رو انتخاب کردید، نشانگر رنگیش آن به سازمان غذا و دارو رو داره، شماره پروانه ساخت اینجا درج میشه و بحث انرژی، قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس رو هم داره. الان اگر مشاهده کنید این چهار تا رنگ به رنگ سبز هستش، یعنی اینکه من میتونم با خیال راحت این محصول رو خریداری کنم حتی اگر دارای بیماری زمینه باشه. محصول بعدی ما محصول بیسکویت هستش. شما اگر این نشانگر رو ملاحظه کنید میبینید که آرم سازمان غذا و دارو رو داره، شماره پروانه ساخت در زیر آرم درج میشه و بحث انرژی، قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس رو هم شما روی اون نشانگر محصول غذاییتون می‌بینید. برای سهم شما وقتی یک بیسکویت رو خریداری می‌کنید، متوجه می‌شید که اگر 3 عدد از این بیسکویت رو شما مصرف کنید، این میزان انرژی و قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس رو دریافت می‌کنید. به همین دلیل اگر نگاه کنید، می‌بینید که ما 3 تا رنگ زرد داریم و یک رنگ سبز. اینجاست که من میتونم با انتخاب آگاهانه تر برم سراغ یک محصولی که مشابه همین محصول من هستش، منتها بیشترین میزان رنگ سبز درش به کار رفته شده. در خصوص محصول بعدی که محصول روغن هستش، معمولا چربی های روغن های ما به رنگ قرمز هست و چون استانداردی که تهیه شده میزان چربی روغن های خوراکی ما همه اونها به رنگ قرمز هستن، مبحث دیگه که مطرحه معمولا نمک و قند هم به رنگ سبز در میاد، اما اینجا ما به اسید چرب ترانس نگاه میکنیم. بعضی از روغن ها هستن که ادعای این پیش درد شده که اینها دارای اسید چرب ترانس صفر هستن. پس من میرم سراغ روغنی که اسید چرب ترانس اون به رنگ سبز هست و این من رو به سمت یک انتخاب آگاهانه سوق.